سلام، من همایون خیری هستم. به برنامه انسان زمین فردا خوش آمدید. برنامه رو با خبرهای کوتاه سلامت و بهداشت شروع میکنیم. یکی از چالش‌های کاهش وزن، حفظ توده بدنی بدون چربی یا به عبارتی حفظ ماهیچه‌ها در جریان کاهش وزنه. حالا نتایج مطالعه جدید محققان دانشگاه راتگرز نشون داده اگر در رژیم غذاییتون پروتئین‌های بیشتری مثل گوشت مرغ و ماهی و پروتئین‌های گیاهی مصرف کنید، توده عضلانی کمتری از دست میدید. بر اساس این مطالعه اگر 20% غذای دریافتی فرد حاوی پروتئین باشه، چربی ها کم میشه ولی توده عضلانی باقی میمونه. مطالعه جدید پژوهشگران سوئیسی نشون میده رشد و گسترش سلول های سرطانی پستان در هنگام خواب سریعتر میشه. بر اساس این مطالعه هورمون های مثل ملاتونین، تستوسترون و انسولین ممکنه در گسترش شبانه سلول های سرطانی پستان مؤثر باشن. پژوهشگران میگن درمان هایی که سلول های سرطانی رو در شب هدف قرار میدن ممکنه کارایی بیشتری داشته باشن. نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه تورکو در فنلاند نشون داده بافت میکروبی روده در مردان مبتلا به سرطان پروستات با مردان سالم متفاوته. همین تغییر بافت میکروبی باعث بروز بیماری‌های گوارشی در مردان مبتلا به سرطان پروستات میشه. سرطان پروستات یکی از شایع‌ترین انواع سرطان در بین مردان و با تشخیص زودهنگام قابل مداوا است. ابتلا به عفونت کرونا باعث اختلال در عملکرد اندام جنسی مردان میشه. پژوهشگران از افزایش فعالیت دستگاه ایمنی به عنوان علت این نقص عملکرد جنسی نام میبرن. پیام دریابی گزارش میده. کووید 19 بیماری با نشانه های ظاهری مانند تب، آبریزش بینی و بدن درد. اما ظاهراً این نوک کوه یخ نشانه‌های این بیماری است، به خصوص برای افرادی که برای مدت طولانی با این عفونت درگیر بودند. نتایج یک مطالعه جدید در ترکیه، آلمان و پرتغال نشان می‌دهد کووید 19 باعث اختلال در عملکرد آلت تناسلی و نعوذ در مردان می‌شود. پژوهشگران میگویند احتمالاً هورمون‌های جنسی مردانه یا آندروژن‌ها مسئول این نقص عملکردی هستند، زیرا همین هورمون‌ها زمینه ورود ویروس به سلول‌ها را فراهم می‌کنند. این ویروس باعث تحریک دستگاه ایمنی بدن بیمار می‌شود و زمینه‌ساز ترشح بیش از حد سایتوکاین‌ها، پروتئین هایی که سلول های ایمنی را برای مقابله با عفونت ها آماده می کنند. اما ترشح بیش از حد سایتوکاین ها به عروق خونی هم آسیب می زند. نوز محصول پرخونی عروق اندام جنسی مردان است و هر صدمه ای به عروق این اندام باعث نقص عملکردی اندام جنسی می شود. اثر دیگر ویروس بر دستگاه تناسلی مردان آسیب به سلول های بیضه است. محل آسیب پذیرنده هایی است به نام ACE2 که در سطح سلول های بیضه وجود دارند. این پذیرنده ها تاج های پروتئین ویروس را به خود جذب کرده و باعث آلودگی سلول های بیضه می شوند. مشابه این پذیرنده ها در سلول های ریه نیز وجود دارند و عامل نقص تنفسی در مبتلایان به کووید 19 می شوند. یکی از محصولات آلودگی سلول‌های بیضه با ویروس کرونا کاهش تولید تستوسترون است، هورمونی که نه تنها ویژگی‌های جنسی مردانه را حفظ می‌کند بلکه عامل حفظ سلامت اسپرم ها نیز محسوب می‌شود. اگرچه با گسترش واکسیناسیون عمومی ابتلا به ویروس کرونا کاهش یافته، اما ظاهراً باید منتظر آثار ناشناخته این ویروس باشیم، به خصوص برای کسانی که به علت عدم دریافت واکسن و عوامل دیگر به شدت و به مدت طولانی با این بیماری درگیر شدند. پیام دریابی، لندن. در گفتگویی که با دکتر علی تورچی متخصص اورولوژی در کیپ کاناورال فلوریدا داشتم، از ایشون پرسیدم عوارض بیماری کووید بر باروری مردان چقدر جدیه و چه مدت ادامه داره؟ دو نوع مشکل میتونه ایجاد شه. مشکل برای نازایی یا ناباروری آقایون، مشکل برای نوز آقایون. دو چیز مختلف هستن. چیزی که ما باید توجه کنیم اینه که بله،
توی برخی از آقایون میتونه این قضیه کووید باعث بشه که تستاسترونشون بیاد پایین، هورمون جنسی مردانه بیاد پایین. این موضوع اصولا یه موضوع کوتاه مدت، 3 ماه تا 6 ماه بعدش هورمون های مردانهشون به حالت عادی برمیگرده، اما توی درصد پایینی از آقایون ممکنه که هورمون های مردانهشون به حالت عادی برنگرده، اما درصدشون بسیار کمه. و چیزیه که با اتفاق میفته بعد از بیماری هایی که باعث تب میشن و عفونت ها، چیزی نیستش که فقط مختص کووید باشه. و نکته دیگه که باید بهش توجه کنیم اینه که آیا کووید میتونه بیضه آقایون رو درگیر کنه؟ این نکته ایه که بله، کووید میتونه بیضه آقایون رو درگیر کنه. توی مطالعات دیده شده کووید در بیضه، کووید حتی میتونه با درد بیضه خودش رو نشون بده. نکته ای که باید بهش توجه کنیم اینه که پارامترهایی که برای نازایی و ناباروری تو آقایون هستش، تعداد اسپرم هاشون توی 20% آقایون ممکنه که بعد از عفونت کووید، بعد از عفونت شدید کووید، تعداد اسپرم هاشون بیاد پایین، اما اصولا بعد از 5 ماه تا 6 ماه این تعداد برمیگرده به حالت عادی. این چیزی نیستش آقایون باید نگرانش باشن. حتی موقعی که تعداد اسپرم ها کاهش پیدا میکنه به حدی نیستش که باعث نازایی ناباروری بشه. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که آیا باعث مشکلات نعوذ میشه؟ بله، بیماری کووید میتونه باعث مشکلات نعوذ بشه و این نعوذی که ایجاد میشه اصولا کوتاه مدته، یا به خاطر اثر روانی کووید هستش، اما همزمان ویروس کووید میتونه بافت آلت هم درگیر کنه و عروق خونی عامل اصلی نعوذ هستن و برای مدتی دچار اختلال عمل کرد میشن. تعداد کمی از آقایون هستن که نمیتونن به حالت عادی نعوذ برگردن بعد از چند ماه، که اون آقایون اگر توی 6 ماه خودشونو بررسی کردن و هنوز مشکلات نعوذ نگرفتن، باید اورولوژیست خودشونو ببینن. درمانهای وجود داره که میتونه بهشون ارائه بشه. همه‌گیری کرونا فقط باعث بروز مشکلات بهداشتی در جوامع نشده، بلکه از جمله پیامدهای این همه‌گیری باید به وقوع بعضی پدیده‌های اجتماعی هم اشاره کرد. مقاله‌ای که معرفی می‌کنم رو پژوهشگران دانشگاه کرمان نوشتن و در جلد 29 مجموعه نابرابری سیستماتیک، پایداری و کووید 19 منتشر شده. عنوان مقاله اینه: سایت‌های دوستیابی ایرانی در عصر همه‌گیری کووید 19، یک مطالعه پدیدارشناسانه بر روی زنان متأهل مسلمان. در این مقاله اومده که محدودیت‌ها در ازدواج به شیوه اسلامی باعث شده زنان از گفتگوهای اینترنتی رمانتیک یا چت رمانتیک به عنوان یک راه گریز از محدودیت‌ها استفاده کنند. خروج از تنهایی، نارضایتی از روابط زناشویی و احساس آزادی در این گفتگوها باعث افزایش گفتگوهای اینترنتی رمانتیک در بین کاربران زن شده. این موضوع از دوره محدودیت‌های کرونا به شکل یک پدیده اجتماعی در ایران در اومده. پژوهشگران در مقاله‌شون میگن نتیجه این پدیده اعتیاد به گفتگوی اینترنتی و احساس خیانت کردن بوده. مقاله بسیار جالبیه و نویسندگان اون دکتر داریوش بوستانی، دکتر نعیما محمدی و آقای فتای حاتمی مسکونی هستند. سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز واکسن کووید 19 برای کودکان زیر 5 سال رو صادر کرد. گفته میشه عوارض احتمالی واکسن برای خردسالان به مراتب کمتر از عوارض ابتلا به کرونا است. فهیمه سلطانی گزارش میده. بالاخره نوبت واکسن کرونا به کودکان زیر 5 سال هم رسید. 18 ماه پس از صدور مجوز برای بزرگسالان، سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز اضطراری واکسن کرونا را برای این کودکان صادر کرد. ما 2 واکسن داریم، مدرنا و فایزر. دوز فایزر کمتر از مدرنا است، که البته برای بزرگسالان هم همینطور بوده. و بنابراین باید در 3 نوبت و طی 11 هفته تزریق بشه. دوز مدرنا کمی بیشتره و در 2 نوبت تزریق میشه. به همین علت واکسیناسیون طی 4 هفته تکمیل میشه. هرچند موارد ابتلا و شدت بیماری کرونا در کودکان کمتر از بزرگسالان بوده، با این حال عوارض شدید و حتی مرگ نیز در آنها دیده شده. پژوهشگران میگویند عوارض طولانی مدت بیماری کرونا
از جمله خستگی مفرط، سردردهای مزمن و ضربان قلب نامنظم در کودکان مانند بزرگسالان ممکن است ماها و حتی سالها به طول انجامد. علاوه بر این، کووید 19 عوارض مرموزی نیز در کودکان داشته. بیماری‌های از جمله التهابات کبدی و التهاب چند سیستمی که قلب، عروق، تنفس و خون را درگیر می‌کنند. بروز التهابات کبدی در کودکان از جمله هپاتیت با بالا رفتن تعداد مبتلایان نیز دیده شده. بیشترین تعداد کودکانی که پس از ابتلا به کووید 19 به هپاتیت شدید مبتلا شدند مربوط به انگلستان بوده. از عوارض این بیماری اسهال، حالت تهوع و زرد شدن رنگ و روی کودک است. شماری از این کودکان نیاز به پیوند کبد پیدا کردند. هرچند پژوهشگران هنوز با قاطعیت مطمئن نیستند که علت این بیماری ها کووید 19 باشد، ولی این بیماری را یکی از مهمترین گزینه ها برای بروز التهاب عضوی می دانند. بروز این عوارض در کودکان فارغ از شدت بیماری کووید در آنها بوده. به این معنی که حتی کودکانی که هنگام ابتلا به کرونا عوارض چندان شدیدی نداشتند، ممکن است به این بیماری ها مبتلا شده باشند. گرچه پژوهشگران میگویند واکسن میتواند عوارضی نظیر ابتلا به کرونا هم نشان دهد، با این حال عوارض تزریق واکسن به کودکان به مراتب کم خطرتر از ابتلا به بیماری کرونا است. فهیمه سلطانی، لندن. اگه پیشنهادی درباره برنامه علمی دارید با ما تماس بگیرید با علم@irani.intel.com که نشانی الکترونیکی ماست. تا فرصت بعدی.